دوستان عزیزم سلام نجاد علی هستم قصد دارم براتون به روال سابق که تمام آزمون های کانون رو تحلیل می کردیم حالا آزمون اصلیمون کنکور سراسری 98 رو بررسی کنیم کنکور 98 اول نظام قدیم رو با هم بررسی می کنیم و بعد به تحلیل نظام جدید می پردازیم. هیچ نکته جدیدی بچه ها در کنکور 98 لحاظ نشده بود بعضا در کنکورهای ما میگیم یک سال دو سال جدید مطرح شده بود مثلا تست مجهولش یکم سخت بود ولی در رشته ریاضی نظام قدیم و جدید نه نکته جدیدی داشت و نه تست سختی داشت بیاین سوالات رو با هم بررسی کنیم اول از همه تست 26 ترا از جباله بچه دقت کنید روش ا گذاشته سر آزمون فردا بچه های تجربی که الان دارن این فیلم رو نگاه میکنن حواستون به اعراب فائل و مفعول باید باشه عجباله مفعوله گزینه یک میگه کوها را میبینیم حالت مفعولی چار هم گفته کوهایی را میبینی مفعول خوبه اما دو سه میگن های دیده میشود دیده. حالت مجهول آورده اگر اینا بخواد مشغول باشه اون نائب فاعل مثل فاعل باید او داشته باشه ولی روش ا داره فعل ما هم یه فعل معلوم از ظاهرش مشخصه ترار و حرف مزارعتش فتحه گذاشتم خب به این ترتیب گزینه دو و سه رد شد بین یک و چار حالا مقایسه کنیم یک میگه کوها چار میگه کوهایی حالت نکره آورده اجبال ال داره معرفه هست پس گزینه چار خط میخوره پاسخ میشه گزینه یک تست 27 صورت سوال رو دقت کنید یکی صعوبات جمع هست سه تا گزینه درست آوردن اما گزینه یک گفته سختی مفرد آورده با این قضیه یک گزینه رد شو. سایر گزینه ها رو با هم مقایسه کنید بچه ها بحث کم و اضافه است گزینه دو یه همیشه درش اومده که اضافه است رد میشه چهار میگه همین راه مستقیم خودتان همین هیچ سوال نیومده اینم رد میشه پاسخ میشه گزینه سه دقت کنید بچه ها, یه نکته هست تر راه خاصه که هم شما رو اذیت کنه گفته در گزینه یک راه راست خودتان بچه ها میگن این جمع بعد گزینه دو میگه راه راست خود میگن این مفرد رد کنیم نه اگه یادتون باشه توی درسنامه گفتم خود یا خیش میتونه به جای زمیرهای جمع هم در ترجمه لحاظ بشه هیچ مشکلی نیست در این حال پاسخ شد گزینه سه بریم سراغ تست بعد اتذکرو بچه ها چه جور فعلیه؟ میگین مازیش بوده تزک کره مزارش یا کرو حالا صرف شده یتذکر و یتذکرانه همطوری صرف شده سیقه سیده شده اتزک کرو یه فعل مزاره هست یک میگه به یاد دارم دو میگه به یاد می آورم دو خوبه به یاد می آورم سه میگه به خاطرم آمد ببین همش مازیه چهار میگه به خاطر آوردم با همین یک استدلال پاسخ شد گزینه دو میگین این اول سال بود بیاین از آخر سال براتون بگم آخرش گفته کانا فردن واحدا خب کانا معنی بود میده دیگه کانا کانا کانو همشون معنی بود میده گزینه یک سه و چهار میگه یک نفرند اما گزینه دو میگه یک نفر بودند پس به این ترتیب پاسخ باز میشه گزینه دو یه نکته دیگر رو هم میتونیم بررسی کنیم دقت کنید گفته اتذک کرو ان ها زین بعد اسم اشاره جمع بچا زمانی که یک اسم الدار بیاد اون باید به شکل مفرد ترجمه بشه یک و چهار میگن اینان آنان رد میشه دو سه خوبه گفتن این دو دوست یه وقت میخواد بگه اینها دو دوستند یه وقت نه میخواد بگه این دو تا دوست حالا دربارش خبری رو اعلام کنه باید حواسمون به ترجمه اسم اشاره جمع باشه اون بحث هوناکه اول جمله معنی وجود داشتن میده لی اول جمله معنی داشتن میده لی کتابون کتابی دارم خیلی اهمیت داره به بحث موصوف صفت ها بچا و مضاف مضاف الی ها خیلی دقت کنید مخصوصا وقتی دو تا اسم داره پشت سر هم میاد چون این یه موضوع مشترک بین نظام قدیم و نظام جدید هست در سوالات امثال خیلی مطرح میشه باید حواسمون باشه حالا تست بعد رو دقت کنید تست 29 میگه فی دقائق مسابقه است الانتهاییت انتهاییت دقائق پایانی مسابقه گفتیم در عربی اول مزافون اله میاد بعد صفت ولی در فارسی میگیم دقایق پایانی اول موصوف صفت بعد میگیم مسابقه دقایق پایانی مسابقه خب گزینه یک میگه در دقایقی نکره آورده اون معرفه است معرفه به اضافه است دقایق مسابقه پس رد میشه چهارم با همین استدلال رد میشه باید بین دو سه مقایسه کنیم خب دو میگه در دقایق پایانی مسابقه قدرت عجیبی در خود احساس کردم و به سرعت از دوستانم پیشی گرفتم گزینه سه میگه در دقایق پایانی مسابقه بود که از دوستانم پیشی گرفتم چون احساس قدرت عجیبی در خود کردم این ببینید فرآیندی که بچه فردا سر آزمون شما هم باید انجام بدین دو تا گزینه رد میشه دو تا دیگر رو کامل بخونین مقایسه کنین به جواب برسین الان یه تفاوت محسوسی که بود در گزینه دو یه دونه و آورده گزینه سه گفته چون در سال چی گفته به قوتن عجیبتن و این و به ما ثابت میکنه که گزینه سه باید چون خط بخوره و گزینه دو به عنوان پاسخ انتخاب بشه تس سی تس صحیح هست در سه گزینه خطا یا خطاهایی وجود داره خب در گزینه یک میگه ظالم ابا نکرد از ظالم و لا یعبی یعبی فعل مزارع هست پس به این ترتیب گزینه یک رد میشه گزینه دو چی میگه یتحرک و قرین الماده مخالفن حرکت میکنه پادماده مخالف لشهنت الکترون با بار الکتریکی الکترون گفته پادماده با بار الکتریکی الکترون مخالفت می کند ما فعل مخالفت می کند داشتیم گفته یتحرک و حرکت میکنه مخالفا پس به این ترتیب دو هم رد می سه بچه جمله شرطیه میگه ان عرفته آمنته درسته فعلای مازی داره میاد ولی گفتیم همیشه تو بحث شرط اولی مزاره التزامی دومی مزاره اخباری هر کی تلاش کنه موفق میشه هر کی درس بخونه پیروز میشه همیشه باید اینجوری باشه نه اینکه حالا چون اینجا گفته عرفته اونورم بگه شناختی حالت مازی بیاره خیلی راحت رد میشه این گزینه به این ترتیب پاسخ شد گزینه چهار تست سی و یک تست اینل صحیح هست ترجمه رو بخونیم گفته اگر مردم قفلت کنند درختان جنگل را میسوزانند خب فعلمون من اون وسط نگاه کنین تهرقو تهرقو یه فعل مجهوله زمنند اشجار یا فائل یا نائب فائل دیگه چون فعل مجهول میشه نائب فائل اون میگه درختان جنگل را ببینید به صورت مفعول آورده فعل مجهول دارید گزنه یک رد شد خیلی داره رو بحث معلوم مجهول و بحث جمله شرط بچا مانو میده بچا تجربی رو میگم حواستون باشه که فردا به اعراب گذاری مثلا فعلای مجهول اگر اول جمله ان من ما ازا عینما بحث شرط بود دقت داشته باشی گزینه دو میگه انتف من طبیعت نف ببر استفاده کن از طبیعتی که جوهل لکه قرار داده شده برای تو طبیعت نکره است دیگه گفته در طبیعت ببینید اصلا اون رو نکره ترجمه نکرده براش جمله وصفیه نیاورده پس این گزینه هم رد میشه اما گزینه سه ترجمه فارسی رو بخونیم اگر کودک را هنگام کودکیش نبوسند آنها نبوسند یه فعل جمعه اما این سمت رو نگاه کنید فعل ما چیه مفرد اومده پس به راحتی گزینه سم رد میشه پاسخ میشه گزینه چهار ضمن در گزینه سه اون سمت یه دونه سه اومده تو ترجمهش خواهد باید لحاظ بشه که اون هم لحاظ نشده تست بند. سوالمون سوال تعریب هست میگه هر کس تقوای خدا را پیشه کند و لحظه ای او را فراموش نکند فقط او قهرمان است خب جمله شرطی داریم هر کی درس بخونه موفق میشه البته خبرش حالا جمله اسمی است گزینه ها رو دقت کنید بچه ها. فعلی داره استفاده میشه که یک فعل معتل ناقص هست مثلا فرض کنید اگر یهدی بود میگفتیم یهدی حرف عله داره آخرش خودش ساکن هست حالا اگه ما خواسته باشیم با ادوات شرطی که میاریم اون رو دوباره ساکن کنیم حرف ال حذف میشه میشه ان یه د درست شد لم ید او به همین ترتیب اینا حالت مجروم شدن حرف ال شون حذف میشه خب سال سال تعریب ما باید یکم قواعد هم بدونیم بیاین ها رو بررسی کنیم دو چهار حرف عله رو حذف نکردن به راحتی حذف میشن بین یک و سه چه جوری باید بررسی کنیم گفته و لحظه ای او را فراموش نکند لحظه ای مفعول فی هست در گزینه سه لحظتن رو ما انتخاب میکنیم گزینه یک میگه للحظتن دقت کنید بچه ها حالت معرفش رو نیاورده ما باید فکر کنید این ل به اضافه ال هست لحظه خودش ل لح داره قبلش هم یه ل جار مجرور را برده. ولی اون ترجمهش به شکل برای لحظه ای هست ل معنیش میشه برای اینجا مفعول فی میخواد لذا پاسخ میشه گزینه 3 تست 33 دومین تست تعریب ما هست میگه باهوشترین ترین مؤمنان کسانی هستند که نعمت های زندگی را چه چیزی را نعمت های زندگی را بسیار یاد میکنند خب نعمت های زندگی بچه ها مضاف مضافون الیه صفت هم نداره در گزینه سه گفته انعام براش مضافون الیه حیات رو هم آورده خب اشتباهش چیه مشکل کجاست الکسیرت براش اومده یعنی صفت گفته نعمت های بسیار زندگی نه ما اینجور چیزی نداشتیم پس گزینه سه رد میشه چهارم نعمت آورده مفرد خط میخوره نعم نعمات انعم اینا جمعشن ولی نعمت مفرد خب دو تا گزینه رد شد بین یک و دو باید مقایسه کنیم یادتون باشه دو تا گزینه رد شد دو تا دیگر مقایسه کنیم تا یه تفاوت خوب پیدا کنید که باش بتونید تست رو حل کنید بچه گزینه یک فعلاش جمع میگه یتذکرونه جلوتر هم باز گفته یتمتعونه اما در گزینه دو داره فعل مفرد میاره یتذکر و یستفید و سآل چی گفته؟ یاد میکنند بهره میبرند جمع آورده پس گزینه دو هم رد میشه پاسخم گزینه یک هست حالا بریم سراغ درک مطلب سوالات مت هم فوق سوالات خوبی بوده و همچنین سوالات تحلیل صرفی و علامت گذاری که اونها رو هم با هم الان بررسی میکنیم متنمون بچا متن ساده بود بچه‌ای که روش های درک مطلب رو یاد داشتن حداقل حداقل به دو تا سه تا از تست این متن میتونستن پاسخ بدن از همون متنایی بود که میگفتیم اگر بچه ها متن ساده یا متوسط بود حداقل می‌تونید دو تا سه تاش رو پاسخ بدین کما اینکه جا داشت که بچه ها تا تست این متن رو هم پاسخ بدن متن در نخل و درخت خرما بود بعد مت دیگه متن اکثر کلماتش هم باز نزدیک به کلمات فارسی بود ترجمهش چیز سنگین و سختی نداره طبق همون درسنامهی که دادیم کامل میشه بررسیش کرد اولین تستمون تست عین صحیح هست گفته خشک میشه خرما در مناطقی که به اون ارسال میشه گزینه یک خطا هست چرا بچه ها؟ اول خرما رو گفته بود خوش میکنم بعد ارسال میکنن نه اینکه مناطقی که به اونجا ارسال میشه در اونجا خشک بشه این خطا هست رد میشه گزینه دو میگه نخل جذاب هم از دور هم از نزدیک که خب در متن گفته بود از دور نگاه میکنیم زیبا هستن بعد از نزدیک میریم نخلا زیبان پس این درسته سوالم که عین صحیحه همین رو انتخاب میکنیم گزینه سه گفته ارسال نمیشه به مناطق دیگه که خب خیلی ساده رد میشه در گزینه 4 هم گفته مناطق صحرایی ساکنینش فقط خرما میخورن نمیتونن مگر خرما یعنی فقط خرما میخورن که خب فقط گفتیم نمیشه دیگه بالاخره غذاهای دیگه هم هست پس به این ترتیب پاسخ میشه گزینه دو تست بعدی اون تست عین صحیح هست در تو با درخت نخل علت رد شدن گزینه یک اینه که گفته قصونه ها شاخه هاش اکثر و طولن و خشونتن گفته هم طویلتر هستن طولانیتر و هم خشونت که فقط در تو با سختی اونها اومده بود در تو طولشون در متن نداشتیم پس این رد میشه گزینه دو باز در انتها میگه میوه هاش فقط از یک نوعه که در متن حداقل دو رو مثال زده بود پس اینم رد میشه گزینه سه میگه منطقه این نیست که خورما رو به عنوان غذا نشناسه که اینم باز در متن اصلا بهش اشاره نشده بود اما گزینه 4 مواردی که گفتن رو در متن بهش اشاره شده پس به راحتی ما اون رو انتخاب میکنیم دست بعدیمون عین خطا هست از فواید نخل که خب سه گزینه قطعا درسته و در یک گزینه خطا هست اون هم گزینه دو گفته درخت نخل مربوط به مناطق سرد هست که خب قطعا این خطا هست گزینه دو میشه تست بعدیمون هم تست عین خطا هست بچا دقت کنید در متن عینا به این اشاره شده بود خب خطایی که در گزینه 4 هست میدونید در چیه آخرش گفته من جزو ان تسقطو خب از تنه هایی که سقوط میکنن در صورتی که در متن گفته بود گوسون یعنی شاخه هایی که به زمین میافتن باز درخت های نخل بعدی رو تشکیل میدن پس خطای این دقیقا به خاطر همین جزو هست که باید از قصون استفاده میکن و پاسخش میشه گزینه چهار اما سوالات بعدی سوال تحلیل صرفی سوالات بسیار ساده هست و عینا تک تک اینها بررسی شده اول از همه فعل نشاهدو ریشه شهده هست در گزینه یک ریشهش رو اشتباه معرفی کرده رد میشه بعد به متن که رجوع میکنیم میبینیم نشاهدو فعل سیغه 14 بعدش یک اسم اومده ما میدونیم بعد از سیغه 7, 13, 14 اگر اسمی بیاد حتما نقش مفعول رو داره پس فعل ما یک فعل معلوم مفعولش هم که مشخصه خب گزینه سه نگاه کنید میگه مجهول یه تناقضی داره چی اون ور باز میگه مفعولش میشه مناظر در صورتی که درسته مفعولش مناظره ولی فعل ما معلومه با مجهول تناقض داره رد میشه باز چهارم میگه متکلم وحده که تو درسنامه دقیقا گفتم متکلم مل غیر که میدن یکی شما حواستون به مفعولش باشه یکی هم همین متکلم مل غیر متکلم وحده میدن شما باید اون رو خط بزنید پس پاسخ شد گزینه دو فعل بعدی اون فعل ترسلو هست دقت کنید بچه ها ترسلو یه فعل مجهوله از کجا فهمیدم حرف مزارعتش او داره حرف وسط ریشه هم ا داره ترسلو مجهول گزینه یک میگه معلوم خط میخوره گزینه دو اومده براش فائل رو ذکر کرده چهار گفته فائل یعنی فقط ما کافی بود توجه کنیم که اعراب فعل ما یک فعل مجهول هست دیگه با همین گزینه معلوم و فائل ها رو که خط بزنیم به راحتی به پاسخ میرسیم که گزینه سه میشه در گزینه دو چهار مخاطب هم اشاره شده که اونها هم رد میشن اما تحلیل صرفی اسممون اسم ارتفاع رو میخوایم بررسی کنیم ارتفع اگر ارتفعه و ارتفاع افتعل ریشش رفعه هست همونطور که در گزینه چار بهش اشاره شده افتعل یفتعل و افتعال در گزینه یک انفعال آورده رد میشه گزینه سه به جای افتعل گفته انفعل رد میشه حالا باید بین دو چار مقایسه کنیم دو میگه مفرد چار میگه جمع مکسر ارتفاع مفرده و اون هم خط میخوره به راحتی پاسخ میشه گزینه دو اما بعدیمون سوال علامت گذاری همچنان سوالات عین الخطا مطرح میشن بچه فعل دو گفتیم فعل سیقه 14 هست و اسم بعد از اون نقش مفعولن به رو داره خب حالا که مفعولن به داریم فعل ما معلوم هست دیگه دو تو سال مجهول گفته هدو همطور که میبینید اعراب فعل مزاره خیلی مهمه و بحث معلوم و مجهول به این ترتیب خطا در گزینه چهار هست تست بعدی هم اختلاف گزینه ها رو که بررسی می میبینید گزینه یک میگه مختلف تن گزینه دو باز متفاوت هست نگاه میکنیم لنخل خبر مقدم انواع اون مبتدا مؤخر مختلفت هم صفتشه میشه مختلفتون گزینه یک گفته مختلفتن که خطا هست و به عنوان پاسخ انتخاب میشه گفتیم مواردی که تو سالات عین خطا مشترک هست حتما اونا صحیح هستن دیگه دقت داشته باشین خیلی از کلمات رو با این شیوه میتونیم کنار بذاریم و نیازی به بررسی نداره خب در ادامه سالات قواعد رو داریم گفتن اگه ما لای صفیه علامت اعراب تقدیریم تو کدوم گزینه بچا اعراب تقدیری نداریم سب کنین اعراب تقدیری چی ها مال چیا بود؟ اسمای مقصور که به الف ختم میشد شد اسمای منقوس که به ای ختم میشد شد خب در گزینه یک اعراب تقدیری می بینیم منای اعرابش تقدیری دو رزا رو داریم اعراب تقدیری گزینه سه ماشی رو داریم سوانن رو داریم که سوانی هست اما در گزینه چهار بچه اسم مقصور یا منقوس نداریم که بخوایم بررسی کنیم دقت کنید ایرانی آخرش یه تشدید داره که جز نکاتش بود اینا صحیح آخر هستن اسم منقوس به حساب نمیان تست 45 میگه مشخص کنید گذنیه که درش مشارون اله باشه برعکس تستی که در سال 95 مطرح شده بود و براتون بررسی کردم اونجا گفته بود در کدوم گزینه مشارون اله نداریم اینجا میگه کدوم مشارون اله هست خب ما باید یه اسم اشاره پیدا کنیم که بعدش اسم الدار اومده باشه اسمی که ال داشته باشه گزینه یک بعد تلکه ید اومده ال نداره رد میشه دو ها اولایه بعدش کرام اومده اونم رد میشه سه اولایه که اد طلاب این ال باعث میشه مشارون اله به وجود بیاد دیگه پس پاسخ میشه گزینه سه اما در گزینه چهار باز بعد از هازا لسان بدون ال هست رد میشه پاسخ این تست دیدیم به سادگی شد گزینه سه اما تست بعدی فعل معتلی رو از ما میخواد که حرف واو اون حذف شده باشه خب گزینه یک ما فعل وجده رو داریم که مزارش میشه یجدو حالا در سیغه چارده شده نجدو وجده مزارش میشه یجدو هر فعل چیه؟ حذف میشه همه فعل های معتل مثال زمانی که مزارش میشن حرف فعل حذف میشه پس به سادگی همینجا واو حذف شده و پاسخ میشه گزینه یک این سوال دوباره تاکید داره که بچه حتما قواعد معتل رو بخونید بالغ بر 90 درصد تست های معتل از سال 93 به بعد همه تست ساده سادن مثل همین تستی که حل کردیم قبل از اون چرا تست ها سخت بودن ولی بعد با حذویات سازمان سنجش دیگه همه تست های معتل ساده شد الان واقعا بچه ها حسرت میکنن که ای کاش ما معتل رو خونده بودیم به این سادگی تستش حل میشد گزینه دو فعل ما ریشش سعیه هست واوی نیست گزینه سعیه مزارش یعتی باز واوی نیست و گزینه چار یهدی اون هم واوی نیست یای یهدی پس به این ترتیب پاسخمون میشه گزینه یک اما سال بعدی در بحث مجهول سال اینل خطا هست چند سالی هست که سال مجهول این خطا نبوده در بحث اینل خطا سالا ساده تر هستن ما پنج مورد رو گفته بودیم که اینجا یکی از ساده ترین موارد اینجا اومده دقت کنید در گزینه یک بچه خطا چیه؟ تقبلو مجهولش میشه تقبلو حالا چون مذکره یقبلو ولی گفته یقبلو یه فعل معلوم آورده به سادگی گزینه یک به عنوان پاسخ انتخاب میشه پس خطا در چی بود بچه ها؟ اومده مذکر مؤنث رو تطبیق داده یعنی فایل رو حذف کرده مفعول اومده شده نائب فایل ولی مشکلی که هست فعل ما مجهول نشده اعراب او ار رو به مضارع نداده پس پاسخمون میشه گزینه یک یه چیزی هم هست بچه هم. ممکنه تو ذهنتون بیاد چرا ولده ها این ور شده اول دو دیگه ولده ها وجود نداره نگاه کنید وقتی بچه ها یک نقش مثل فاعل داره حذف میشه متعلقات اون هم دیگه حذف میشن هر چیزی که به اون برگرده اونا هم دیگه از جمله ما حذف میشن همون چیزی که در گزینه سه همون رو میبینید لعبنائهی اون سمت شده لیل ابنا پس پاسخ این تست شد گزینه یک تست 48 باز یکی از تست های ساده ما هست که در روزه با خبر نواسخ پرسیده ببینید بچه این تست هم ارزشی که در کنکور داره مثلا ما اگر 15 تا تست زده باشیم یه تست معتل علاوه بر اونها بزنیم میشه 16 تا تست این تست رو هم حل کنیم بازم میشه 16 تا تست حالا معتل کلی سامه داشت اما این سوال رو ببینید چقدر ساده هست گزینه یک میگه کانت تعام هارن خب میبینید اینجا یک اسم اومده خبرش مفرده در گزینه دو به همین ترتیب باردن باز اونم یک اسم مفرده گزینه چهار سهلن اونم اسم به عنوان خبر مفرد انتخاب میشه اما در گزینه سه فعل مصائب خبر شبه جمله است یه جار و مجروره که باید به عنوان خبر انتخاب کنیم پس تفاوتش همین گزینه سه هست گفته کدوم متفاوت هست به عنوان پاسخ انتخاب میکنیم تست 49 و تست 50 موندن اینا هم واقعا سوالات ساده هست سوالاتی هست که در حد سال امتحان نهایی شاید هم حتی کمتر یک امتحان کلاسی باشه ببینید میگه گزینه رو مشخص کنید که درش صفت یا نت وجود نداشته باشه خب گزینه یک همون سرات مستقیمه اولادها از صالحین سرات از صالحین نقش صفت رو داره یه ترکیب سه اسمه گزینه دو الرعی الخطیر رو شما ببینید هر دوتا ال دارن موصوف صفتن گزینه سه رجلن زائل این ابا که بهتون میگفتم تو بحث اعراب فرعی گفتم ممکن از اصلش سوال نیاد چون جزء حذویات اما یه جاهایی تو تستا به دردتون میخوره که دقیقا اینجا منصوب بودن رو و اینکه موصوف صفتمون با هم تطبیق دارن رو از این متوجه میشین اما در گزینه چهار موصوف و صفت نداریم لذا پاسخ میشه گزینه چهار آخرین تستمون هم تست مفعول مطلق هست گفتن اگه این ما فیه مفعول مطلق خب مفعول مطلق چی بود هم جنس فعل بود مستر منصوب همجنس فعل ما بود نگفتم تأکیدی باشه یا نوعی که در گزینه چار گفته یدو رو و بعد جلوتر گفته دورن این دقیقا مفعول مطلق هست مستر منصوب اون فعل هست دقت داشته باشید بچه های تجربی اگر فردا گفت مفعول مطلق یکی لیست حفظیات کلماتی مثل صبرن حقان، جدا ایزن اونا رو باید به خاطر داشته باشید ولی یه چیزی که خیلی ممکنه ساده تر بتونید سوال رو باش حل کنین کلمه ای هست که بعد از فعل حتما بعد فعل بیاد مستر اون باشه و نقش مفعول مطلق رو داشته باشه که سوژه سوال بود اینجا خسته نباشید امیدوارم که بچه های ریاضی آزمونشون رو خیلی خوب داده باشن چون واقعا سوالات ساده بود برای بچه های تجربی هم آرزو موفقیت میکنن و امیدوارم سوالات فردا هم سوالات سختی نباشه مخصوصا سوال معتل سوال مت و سوالاتی که خارج از اون مباحثی هست که ما میگفتیم بچه ها اینا دیگه جزو صد درصدیان شما اول باید ترجمه تحلیل صرفی علامت گذاری اینا رو حتمی منصوبات یاد بگیرین ایش از هفتاد درصد آسون و مال خودتون کنین بعد برین سراغ سختاش که الان میبینید سختاش هم همه سوالات ساده بود واقعا سوال سختی در این آزمون مطرح نبود